خب در ابتدا در روش‌های قبلی گفتیم اینجا یه 55 اینجا میده، یه 55 اینجا میده. خب وجود 255 حتما منبع هدف نیست، اونم تصویر اولیه. شاید هم باشه. چون این صحنه اصلی کار منابع تغییرات و موضوعات میتونه اثر بذاره. زینگو اگه برداریم پی 100 رو بزنیم، خب ما هنوز 55 رو داریم که این رو 205 دیگه. خب تغییری درش نیست. این همون اولیه است. ترشودش چون 45 بوده ما اینجا نداریم، اینجا یه دهنه داریم. خب برش میگردونیم، میاییم از روش هاتراک ها استفاده میکنیم. هاتراک ها تیک تیپش رو برمیداریم، زینگ رو برمیداریم، آیرون رو برمیداریم، پی اصد رو میزنیم و 290 رو برمیداریم. خب اینم هم باز شبیه همون، اصلا نیازی به فیلتر آنالیزش رو اعداد دیگه نیست. حالا روش بعدی اینه که جی یک رو بزنیم پی اصد، سی ام، گولد رو بدیم پی اصد و هاتراک رو بدیم پی اصد. خب اینجا ما الان 55 رو داریم. خب در این روش و در این نوع تکنیک ها ما اگه گولد رو برداریم پی 100 رو بدیم این میره. وقتی میره یعنی هدفه نیست دیگه، نیازی به 295 و 280 و دیوی های دیگه نیست، چون رفت کلا، چون رفت دیگه بحثی سرش نیست. حالا اگه خود گولد رو بیاریم پی 100 رو بدیم و بیایم بر روی همون 205 دوباره 55 رو داشته باشیم. حالا اگه هاتراک هم برداریم پی 100 رو بزنیم این عوض میشه، یعنی اون ساختارش نمیمونه. اینجا میتونیم دیوی ها رو عوض کنیم ببینیم شاید با دیوی های متفاوت به ما بده. نمیده، میاد رو دیوی 20. تو دیوی 20 پس زمینه 55 میده. توی زمان صحنه اصلی این میتونه کنار هدف باشه به طور فرض، ولی به طور اصل که روش نمیشه این بحث رو کرد. پس تا اینجا پاسخی به ما بابت اون منبع اصلی در این روش جی یکم نداد.